سلام، وقت بخیر. و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 محمل سال 1400 هجری خورشیدی است. نخست هم سرخط خبرها. کشف و ضبط دو کارخانه مشروبات الکلی در جوزجان از سوی پلیس. بازداشتن دو تن از اعضای کلیدی گروه طالبان در بغلان. و سخنان تازه رئیس جمهور ایران درباره تحریم های آمریکا. مشروع خبرها. دو کارخانه تولید مشروبات الکلی در جوزجان از سوی پلیس کشف و ضبط شده است. مل پاسپال خواجه غلام جیلانی ابوبکر، فرمانده پلیس جوزجان، به تلویزیون بیگ میگوید در پی راه اندازی عملیات از سوی نیروهای امنیتی دو کارخانه تولید مشروبات الکلی در شهر شبرغان کشف و ضبط شده است. دو کارخانه تولیدی مشروبات الکلی وطنی در جوزجان توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه این ولایت کشف و ضبط گردیده است. ملپاسوال خواجه غلام جیلانی ابوبکر، فرمانده پلیس این ولایت، میگوید پلیس مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه این ولایت طی دو عملیات جداگانه از دو منزل مسکونی واقع قریه یکباغ شهر شبرغان مرکز این ولایت مقدار 800 لیتر کشمش تخمر شده و داخل بیلرها و مقدار 75 لیتر مشروبات الکلی وطنی خالص را با تمام وسایل تولید مشروبات کشف و ضبط کردند. بر اساس سعی تلاش مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر، اسامی بازمحمد ولد عبدالرؤوف، قریه یکباغ شهر شبرغان که منابعی که ادلاع داده بود به مدیریت، به تاریخ 12/1/1400 پرسنل عملیاتی ما به اوجا رفت و از دو منزل که جمعا 800 لیتر کشمش تخمیر شده هست و 75 لیتر مشروبات الکلی با دستگاش. به گفته فرمانده پلیس این ولایت، نیروهای امنیتی مبارزه با مواد مخدر این ولایت تلاش دارد تا فروش مواد مخدر را ریشه کن سازند. انشاءالله ایره ما برتان وعده میتونم که از روزی که ده هفته که ما میجا تقرار حاصل کردیم، 80 بوتلش چند روز پیش در شب دوم یا سیم گرفتار شده و فعلا هم پرسنل کشفی ما تنها پرسنل مواد مخدر نیه که ما هدایت به تمام مدیریت های کشفی دادیم که سریع موضوع و قمارخانه انشاءالله اقدام میشه. این در حالی است که 3 روز پیش یک تن در پیوند به قاچاق مقدار 100 گرم مواد مخدر نوع هیروین و 100 گرم مواد مخدر نوع شیشه از کمربند سلطان کوت شهر شبرغان توسط پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه این ولایت بازداشت شده بود. ولسوال خودخوانده گروه طالبان و مسئول نظامین گروه برای ولسوالی صبری ولایت خوست از سوی نیروهای امنیتی در ولایت بغلان بازداشت شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس ولایت بغلان، میگوید طی یک عملیات خاص پلیس در ولسوالی خنجان این ولایت، ولسوال خودخوانده و مسئول نظامی گروه طالبان بازداشت شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در یک عملیات خاص ولسوال خودخوانده جدید و مسئول نظامی گروه طالبان برای ولسوالی صبری ولایت خوست را از مربوطات ولایت بغلان بازداشت نمودند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس ولایت بغلان، به تلویزیون بیگ گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با راه اندازی یک عملیات خاص دو تن از عضو ارشد گروه طالبان را که مدت چند سال می شد در مسیر شارای بغلان کندز و بغلان سمنگان فعالیت داشتند، از مربوطات ولسوالی خنجان ولایت بغلان بازداشت نموده اند. آقای بشارت می افزاید افراد بازداشت شده باشندگان اصلی ولایت خوست بوده و تازگی به حیث ولسوال و مسئول نظامی گروه طالبان برای ولسوالی صبری ولایت خوست گماشته شده بودند.
پلیس ولسوالی خنجان با همکاری مدیریت ضد توریسم قماندانی همه ولایت بلند تا یک عملیات دتن از باشندگان اصلی ولایت خوست که در ولایت بغلان با گروه طالبان یک جای فعالیت داشتن یا مسئول گروه لیزری بودن. عملیات هایی که با بالای نیروهای امنیتی در مسیر شهرهای نمبر یک نمبر دو داشت مسئولیت مینگذاری و حملات توریستی داشتن، در ولسوالی خنجان بازداشت شدن و خودشان در جرمشان اعتراف نبودن. دوباره از طرف گروه طالبان مسئول ولسوالی صبری ولایت خوست تعیین شده بودن یا دوباره به ولایت خوست می رفتن که در مسیر شهرهای خنجان بازداشت شده و خودشان در جرمشان اعتراف نمودن. در همین حال افراد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده با جرم خویش اعتراف نموده می گویند که باشنده ای اصلی ولایت خوست بوده و در چندین حملات گروهی، ماین‌گذاری و تخریبکاری جاده ها نقش داشتند. آدی خوست ولایت اوسیدون که هم دلتا تقریبا در شل ورزی کیگی چیر غلای وام آدی خشمی پونم یا سر گروپ ها سرم کار کول مو خو اول قبل ترال و دی قبل نه دلتا یو کس و دی خشمی ملگره بی کسوک بی آغار تویل چی چگان با منتو باسه. شاهرای سمنگان پلخمری یکی از شاهراهای مهم کشور هست که شمال کشور را با مرکز وصل می کند و مخالفین مسلح دولت هم مورد تلاش دارند که این شاهراه را ناامن بسازند. ده تن از افراد طالبان در ولایت تخار در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده است. قلوردوی 217 پامیر با پخش خبرنامه گفته است نیروهای امنیتی در ولسوالی اشکمش ولایت تخار با طالبان درگیر شدند که در نتیجه درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت تخار 10 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلوردوی 200 عبده پامیر با بخش خبرنامه‌ای میگوید صبح امروز گروه طالبان در مربوطات خواجه بند کشای ولسوالی اشکمش ولایت تخار بالای پاسگاه نیروهای امنیتی افغان حمله نموده اند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. این خبرنامه می‌افزاید در نتیجه این درگیری یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام عبدالله ناصری مشهور به عبیده همراه با 5 تن از امراهانش کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. و همچنان در این خبرنامه آمده است در این درگیری یک میل پیکا، یک قبضه راکت و یک میل سلاح کلاشینکوف نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در این رویداد به مردم ملکی و نیروهای امنیتی هیچ نوع آسیب نرسیده است، اما گروه طالبان در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشون چیزی به رسانه ها نگفتند. نیروهای اردوی ملی برای شاگردان مکاتب در ولایت میدانورده، قرطاسیه و لوازم درسی کمک کرده است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است نیروهای اردوی ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک برای شاگردان لیسه گردندیوال و متوسطه صددرخت، قرطاسیه و لوازم درسی کمک نمودند. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان میکند. برام یاد خدا با هر سلام با خبرهای ورزشی این ساعت با من احسان بدرین حیدری از تلویزیون بیک خوش آمدید. در بازی فاینال مسابقات لیگ فوتسال ولایت جوزجان امروز تیم‌های میهن ولسوالی آقچه و سیمرغ البرز در میدان فوتسال سیمرغ البرز در مقابل هم رفتند که در نتیجه بازی 2-1 به نفع تیم فوتسال میهن آقچه تمام شد و توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند. بازی فاینال مسابقات لیگ فوتسال ولایت جوزجان امروز برگزار گردید. در بازی فاینال مسابقات لیگ فوتسال ولایت جوزجان امروز تیم‌های میهن ولسوالی آقچه و سیمرغ البرز در میدان فوتسال سیمرغ البرز در مقابل هم رفتند که در نتیجه بازی 2-1 به نفع تیم فوتسال میهن آقچه تمام شد و توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند. محب‌الله یمار رحیمی مسئول کمیته
رابطه فوتسال ولایت جوزجان به تلویزیون بک میگوید این مسابقه از 1.5 ماه به این سو ادامه داشت و در این مسابقه 15 تیم اشتراک کرده بودند که خوشبختانه 8 تیم ما به لیگ برتر ولایت جوزجان و 7 تیم دیگرشان به دسته اول راه یافتند. ما تقریبا 1.5 ماه پیش مسابقات لیگ خود شروع کردیم با منظوری که ما یک لیگ سازی بکنیم که خوشبختانه ما 15 تیم مسابقات کرد 15 تیم شروع کردیم و 8 تیم ما به لیگ برتر را یافتن و به متابقیشان به دسته الف دیگر. سعید اسحاق مربی تیم فوتسال میهن آقچه میگوید تیم فوتسال سیمرغ البارز یکی از بهترین تیم های ولایت جوزجان بود که به فاینال راه یافت، اما چون تیم ما قوی تر از تیم سیمرغ البارز بود توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند. تیم سیمرغ البارز بهترین از تیم های ولایت جوزجان بود که بعد تیم نبود، قوی ترین تیم بود که در فاینال آمد. خوشبختانه تیم رسولی آقچه که از او کم قوی تر بود ناقشان هم بود که مقام را بگیره و گرفتن هم انشالله. ورزش فوتسال یکی از ورزش های پرطرفدار در افغانستان بالخصوص در ولایت جوزجان می باشد که علاقمندان خود را در این ورزش دارد. در ادامه بازی های مرحله نخست رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دیروز تیم های خدیم اف سی سرپال و خراسان فاریاب در مقابل هم رفتند که در نتیجه این تیم فوتبال خدیم اف سی سرپل بود که توانست تعریف خود را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و پیروز این مسابقه شود. و همچنان نیمار بازیکن تیم فوتبال پاریس سن ژرمن امیدوار است که در آینده نزدیک به تیم فوتبال بارسلونا خواهد پیوست و همچنان وی مذاکراتش با باشگاه پاریس سن ژرمن را متوقف کرده است. با انتخاب خوان لاپورتا به عنوان رئیس جدید باشگاه بارسلونا، بسیاری از بارسلونایی های فعلی و سابق به بهبود اوضاع باشگاه امیدوار شدند و نیمار هم خوشبین است که رئیس جدید شرایطی برای بازگشت وی به نیوکمپ را مهیا خواهد کرد. حال هم به وضعیت ها به وی چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از بیگ تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.